به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون وطن. صحت عافیتتان را همراه با سرفرازی و کامداری تمنا داریم. خداوند یار و آورتان باد. هموطن عزیز، ویروس کشنده کرونا را جدی بگیرید و طبق مقررات سیه ارائه شده عمل کنید تا در امان و صحتمند بمانید. هموطنان عزیز، صمیمانه به اطلاع شما شنوندگان و بینندگان عزیز خود برسانیم که با یکی از یاران مسلکی ژورنالیست وطن خود حرفای خودمانی داریم و شما را هم در این گفت و شنود دعوت میکنیم که بشنوید و اگر پرسش دارید آزادانه سهم بگیرید. شاید گاهی در ذهنتان گذشته باشد که از دوران پیشین نطاقان، گردانندگان، برنامه سازان و ورزیده رادیو تلویزیون وقت ما در کجا تشریف دارند و چه مسئولیت ها. خوشبختانه که با یکی از ایشان که ما روابط داریم و دوستی های قبلی را نگه داشته ایم کنون این برنامه دعوت نمودیم و ما را افتخار بخشیدن و در برنامه ما را همراهی می نمایند. صرف تنها اسمشان را می بریم، گرانکب غوث زلمی. بینندگان از این شما و این هم محترم غوث زلمی. بینندگان عزیز و شنوندگان کمی لحظه، صدای مرا از طریق نشرات زیبای وطن می شنوین. السلام علیکم، ما در خدمت شما هستم. جمشه جان بفرمایید، هر امری که باشه انشالله که ما حساب دو با دیگه پیش میبریم. بسیار خوب، افتخار بخشیدین از تشرفی شما. خیر مقدم میگم، صفا آوردین با ما، افتخار بخشیدین، خوش میگم، لطف نمودین. سوالات در مورد زیاد است، ما میخواییم که از ابتدا شروع کنم. زلمه دیگه لطف کنین یک بار دیگر خود به بینندگان عزیز و شنوندگان معرفی دارین. وای تا بال مرد نشناخته باشن ما میشناسیم تا، و باز هم اگر لطف کنین نسل جوانی که در وطن تشریف دارن، ما شما مدت هاست که در وطن دور هستیم، شاید که آشنایی نداشته باشن. دوران لیسه، تحصیلات عالی و فعلا در کجا تشریف دارین و چی مصروفیت دارین؟ ممنون. قریب جمشید جان بیشتر از نیم قرن ما تولد شدیم در وطن و ما که از مادرم پرسان کردن، گفتم مادر جان ما در کجا تولد شدیم؟ گفت در زمان تو او وقت وزایشگانه بود، در پسخانه تولد شدیم. دیگه سه وقتی که تولد شدیم برف می باریده، یا زمستان بوده یا یازده جدی بوده. بعد از اون وقت تولد شدیم، کاکای مرحوم پدرم مولوی صاحب عبدالرحمن مولوی که ملقب به مولوی سیاسنگ بودن، گفتن مرا در بغل گرفتن و گفتن که خوش آمدی احمد غوث جان در این دنیای زیبا که ما خود زیباییش تا بال ندیدیم. توکل به خدا، پسر محمد غوث که پدر ما افسر اردو بودن، شکر زنده هستند. و بعد از او ما اولین درس ها را یا چشم ما که با نوشتن آشنا شد از سنین بسیار خرد در مسجد خانگی ما که در سیاسنگ بود و هست آشنا شد، یعنی با بستان و گلستان سعدی و بیدل و حافظ ما آشنا شدیم در مسجد. بعد از او کم کم وقتی سن 6 ساله شدیم روانی مکتب شدیم، از صنف اول تا صنف 3 در مکتب حصه دوم شاشید که پسانها به نام مکتب استاد بیتاب نزدیک خانه ما بود اوجا بودم. بعد از او روانی لیسه استقلال شدم در سال 1351 هجری شمسی اول نمره، یعنی 3 نفر اول نمره ما از اوجا فارغ شدیم، یکی ما بودم، یکی فرید جان بود، فرید جان بیست، و یکی هم اسد جان بود. یه نفر بعدی ما 4 نمره بود. از لیسه استقلال برآمدیم و رفتیم به پوهنتون وقت کابل که عالم هست. دو وقت یادم میاد قریب 18-20 هزار متعلم حاضر بودن که امتحان کنکور سپری کنن و پوهنتون 1800 نفر میگرفت. یعنی از 18 هزار نفر 1800.
ما را همون سال گفتن کسایی که پوهنتون رفتن قهرمانای اون سال بودن، به خاطر بسیار مشکل بود و مشکل جدی از ما بود. علیه استقلال سوالات وقتی که ما جواب نوشته میکردیم تفصیلی بود، با تشریح میکردیم، اما لیسی حبیبی بسیار برشناسان بود که یک سوال چهار جواب کدام صحیح است. اونا خوبتر میتونستن بلد بدن، ما نابلد بدیم. سر از اون تانستیم کامیاب شدیم. محمد در اوائل میخواستم که طب برم اما نشد، به ادبیات علوم بشری آمدم و در وجه دپارتمنت ژورنالیسم سال دوم کوال نمره را میگرفتن. در اون وقت ژورنالیسم بسیار کم نفر گرفت، پیش از ما تقریبا 45 نفر میگرفتن، در زمان ما 20 چند نفر گرفتن. سنف دوم دوام دادیم در وجه و همزمان در لیسه استقلال که مرکز پیداگوژیک فرانسه و افغانستان بود، یعنی مرکز کلتوری فرانسه بود، اینجا کورسای فرانسوی تدریس میشد که اینجا لسانس ادبیات زبان فرانسوی رو میدادن. همزمان با صنف ژورنالیسم ما در اینجا زبان فرانسوی رو هم میخواندیم، که یعنی با وجودی که از لیسه استقلال کسی که میبرامد میتونست بسیار خوب فرانسوی هم نوشته بکنه و هم گپ بزنه، به خاطر که در وقت از صنف 6 فرانسوی را شروع میکردن در مکتب استقلال، بعد صنف 10 6 مضمون فرانسوی میشد و صنف 12 قریب اکثر مضامین فرانسوی بود. یعنی ببینید که وقتی که میخواند معلوم میشه که هم نوشتاری میفهمه هم گفتاری. بعد از ختم فاکولته ما رفتیم به عسکری زغند تعلیمی وزیری جلال آباد. اوجم تصادف که اولین مزه جزایر دیدم مثلا مشر بودم، توله اول غند تعلیمی که خدا ببخشه توله ما بود، وقت توران بود. ما با 48 نفر دیگه جزایی شدیم. چرا جزایی شدیم؟ چون ما رو برده بودن وزیری، بچه هایی که اتصاب کردن که ما رو چرا وزیری آوردی؟ چرا از کابل ایجا انتقال دادی؟ حکومت هم دیگه بیخی به عذاب شده بود، مفتوم وزارت دفاع که هر سال دقون تعلیمی وجه مظاهره می شد. ما رو جزایی ساختن که امی بسکوله دیگه. وقتی که ما 48 49 نفر کشیدن از این جمله که بیان بگن چی مشکل دارن، هر کس که برآمد امور به حساب جزایی گرفت. بعد کسی بهشون گفتن که خب وقتی که اینا حساب دوام بکنه چی فایده ازی که شما 49 نفر کشیدین. با تاثیر تو وقت اون بچه‌ها زر ناجوان بود اعتصاب شکستانه، ما جزایی شدیم. ما رو با غندای سرحدی تقسیم کردن به 5 جای که ما در غنی خیل بودم. غنی خیل جمشید جان قگرم بود که روزانه فکر میکنیم 1 لک درجه سانتیگراد مثبت گرمی شد. کو بود کلش نی؟ بازی کو شب پس میداد، شب ازی 2 لک میشد. خب از کری تیر کردیم. وقتی که به حساب ما که رفتیم به پوانتون، او وقت بود که داود خان به اصطلاح کودتا کرد و از یک خلاص شدیم. در حمل ما خلاص شدیم در سور، هفته سور شد. چون ما از صنف 11 مکتب استقلال یا لیسه استقلال همکاری خود با مطبوعات شروع کرده بودم، با نشرات معتبر او وقت مثل انیس جواندون و کمکیان و انیس مجله مرمون، پامیر، جمهوریت، مرا روزنامه انیس آجل جذب کرد، منعیس خبرنگار رسمی که باید به بخش او وقت انیس جمع جواندون و جمع کمکیان و انیس بود. باید من در جواندون رفتم، بازم اونجا یک دوره من ناق بندی شدم، که بندی شدم دیگه مطبوعات سرم خوش نخورد، گرچه که شعر خوشم میامد. باز من رفتم رادیو، اونجا صنفی های ما در رادیو بودن. بعد دیگه سب در رادیو اونجا در هنر و ادبیات ما جورنالیست یا کارمندش تعیین شدم و با راپورتاژ آغاز کردیم پروگرام ها را. آقای رویگر، بشیر رویگر که پسانا وزیر اطلاعات کلتور شد، اینا پرودوسر یا تهیه کننده برنامه رادیو مجله بودن. ما از مرکز پیداگوژیک فرانسه و افغانستان و دیگر منابع خبرهای کلتوری برشان اینا میدادم. باز این نمیشه بود که من به کارام آشنا بودم. کم کم پیشرفت کردیم تا که جالب است یک روز خوشم آمد که من باید آنانسر شوم در تلویزیون. این بخش هنر ادبیات این طرف است، اون طرف تلویزیون است، به عکس ها. اونجا که رفتم
خیلی شوق زده بود که چهره خود از تلویزیون ببینم. تداوم ارزیابی وقت میدیدن نتاقات، تعیین میکردن نتاقات. یک دو خانم نمایشان نمیگیرم. چیش نبودن، طرف مثلا گفت از کجا آمدی؟ گفتم اون از تعمیر. گفت چی میکنی؟ گفتم میگم آنانسر شدم. گفت برو پایان، من میم امتحان تا میگیرم. ما آمدم پایین استودیو بود. یک ده بیست دقیقه منتظر شده میامد بیبی. طرف مکسایی کرد گفت که برو تو ناکام هستی. مفتم چرا ناکام؟ گفت که قوارد به تلویزیون نمیمانه. من تو تاپال که امتحان من رو گرفتی، صدای من دیگه من. گفت برو، تو نکته هم نداری، دیدیشو هم نکدی. گفتم خوب، برامدم. باز یک روز فریده جان انوری من رو گفت که بیا یک پروگرام میسازیم که پروگرام پاسخچیست ساختیم. پیش از او در پروگرام کرنو مولداری شهنواز تنهی. شهنواز تنهی یک جورنالیست بود. این امرای شمکاری داشتم و این گفت که حالا تو بیشار مقبول پروگرام ها جور میکنی که از من دوام بته. که بیشار جالب بود، بعضی خاطرات آموزی دارم. گپایی را سانسور میکردن که نباید سانسور میکردن و گپایی را نشر میکردن که نباید نشر میشد. از جمله برتان بگیم جمشید جان که یک روز رفتیم قلعه احمد خان بین کارتنه و بگرامی یک جای است. در اینجا کدام مرض آمده بود به نام تنها گوه میگرفت، مخصوص گوه بود. این کاکا از بس انسانیت کرد گفت خداوند اهل اسلام از این مرض نگاه بکنه. خب من چیز نگفتیم بودم برو نشد نمیشد نگاه نشد شد. باز ما گفتم ببینین اطلاع مرزیابی رو گفتم که شما چیزایی رو نشد میکنیم که نباید نشد شد. یا یکی دیگه است که او عمل هیچ قابل گفتن نیست. باشه برشور باز پروگرام پاسخ 6 ساختیم که تصادف در پروگرام دوم سیم این برنامه برآمد کرد در پالی آزمونگاه زین که از اداره روزن تلویزیون نشر میشت و از اداره هنر و ادبیات که مسئولش فریده جان انوری بود و پاسخ 6 گل کرد و من از اون پروگرام برآمد. شما گفتم که فریده جان من خود چهره من در تلویزیون چک نیست، چطور من میتونم جنا تاقی بگم؟ گفتار غرض نیست. باز یک وقتی که من خوزانه شدم اما خانم دیدم دلیم برش بگم که اینا یا من اشتباه کردیم یا مردم یا خودت که من گفتی تو نتاق هم نمیشه قواره تلویزیونی هم نداری. اما خانم حالا معرفی نمی کنیم؟ نه نه باشه دیگه، شاید خودش بفهمه لازم نیست. باز دیگه من مسئله دیگه من مسئله تحصیلات من که فوق لیسانس از سوربن فرانسه گرفتم، ماستری را از چکسلواکیا که در اون وقت خیرالله جان عزیزی موین وزارت پلان بود بسیار مرا کمک کردن. من رفتم چکسلواکیا به زبان فرانسوی و ژورنالیسم ماستری گرفتم و زمانهای آخر دکتر صاحب نجیب عبدالله جان اسپنگر موین تحصیلات عالی بودند. ما چون یک مکتوب گرفتم رفتم تاجیکستان به خاطر گرفتن دکترا. جنجالایی شد نشد. باز ما اتشه فرهنگی مقرر شد به سفارت ما این افغانستان در تاشکند. با استفاده از این فرصت و مکتوب قبلی که از دولت افغانستان داشتم رفتم با مرجع او وقت بنام پوانتون دولتی تاجیکستان یاد میشد مراجعه کردم و طور غیابی دکترای ژورنالیسم گرفتم که در مؤسسه آی اویم ملل متحد ثبت است. دیگه به حساب کاری برنامه های ساختیم در تلویزیون که برنامه فضل خدا همیشه گل کرده و مردم بسیار خوش میکردن. با تاسف که یک تعداد معدود پایین که از ما بتر چکاره بودن حسادت میکردن و گپای چپ و غلط این طرف و طرف انتقال میدادن. اگر من را پس کردن نمیتونستن باید اون پروگرام از بین میبردن. از پروگرام های تلویزیون من میتونم نام بگیرم که بار اول ساختمش یا خودم یا با کمک کسایی سر از آمیه این در پلان هست صحبت کنیم یک دم خلاص نکنیم پیشوی زیاد وقت داریم. این همه منتظر سوالات شما زمینه شما میکنه گفتیم اگه من میکنم هر قدر جوابات مفصل و بهتر باشد چرا برای شنونده نسل جوان و نهایت ضروری است. چرا نسل جوان از گذشته چندان آگاهی کامل ندارن.
دیگه این حال اگر ما رو با نیزیم تا صبح گپ میزنم. هزار دفعه اینا شما سوال دارین کسی سوال هست، سوال زیاده، سوال های دوستان هم هست اینجا. امی اولین برنامه رادیویی را که خود شما مستقلا گردانندگی و رهبری کردی کدام برنامه بود؟ درست پیش از او مفصل هم جابته هزار دفعه. ما اول ما به حساب معاون پرویسر مقرر شدم. سابقم در اردو یک رسم بود که از ضابط طولای شروع میکردن، باز طولای میشد میشدن قمدان طولای، باز رئیس سرکان کندک و کندک تو بالا میرسد آلیس راسه نکنده و قمدان فرقه میشد. دیگه ما از معاون پرویسر شروع کردیم امره حسین جان میترا برنامه ترانه ها و سخنها را. بعد برنامه که مستقل برمه دادن ما یاد میاد که آقای دکتر لطیف ناظمی که رئیس عمومی رادیو افغانستان وقت بودن و سانا یک مدتی وزیر اطلاعات و کلتور هم شدن ببخشیم خواهش میکنم. جمشید جان پیری و ظهیری است آدم میگنه و هر قدم خشکی میکنه چکنی مجبور هستی؟ مرا بردین بیخی در اینمی لحظه من فکر میکنم در استودیوی رادیو هستم و نفر میگه که تو رئیس خواهد ما میترسیدیم برای چی خواسته جنجالی ترین جورنالیست ها یک شما بودم شاید تنها ما بودم نه این فهم که پیشی که اینال مستقل بودیم امی گپ یادم نره برنامه داشتیم به نام رادیو صدای مردم که پسان سرش میم امی دیدیم یه حال است لطیف ناظمی استاد گرامی ما که در پوهنتون دکتر اسدالله حبیب استاد مستقیم ما بودن اینا معاونشان بودن اسیستان ما اونا رو استاد میگفتم همیشه مرا میخواست گفت تو جنجالی ترین ژورنالیست هستی برای که من جواب دیستم بر کمیته مرکزی بر تبلیغ و ترویج بر نشرات وزارت بر نشرات صدارت تو چی میگونی چی میگی تو سنسر چی کدیم که والا من میتیز مرا موقوف نکنی بعد ما که بر آمدم پس مرا خواست گفت ما پیشتر من حیث رئیس خواستم آل من حیث یک شنمی نمیخوایم شکر زنده هستن ما چند ماه قبل که رفته بودم فرانکفورت دیدم امی قصر هم کردیم مرا خواست گفت که ما آل منعیس یک بینینده میخواییم ما برد افتخار میکنم بخاطر که جورنالیستی که جنجال برانگیز نبود قوقا برانگیز نبود جورنالیست نیست. خب اینا مرا خواستن گفت که ما تو را تبدیل میکنم به شعبه اطلاعات رادیو. ما در هنر ادبیات کار میکنم این دیگه یکی کسی بچه ها و همکارای ما که بودن آموخته شدیم به اصطلاح همسه ما دیگه جای نمیرم کنی یک پروگرام انتقادی به گفا مشترکن بادیم رادیو صدای مردم ایجاد شد در 29 سرطان سال 1359 هجری شمسی. ما گفتم سر من نمیرم گفت بوجه دو معاش داره یکی معاش است یکی اضافه کاری ما گفتم سر من فضل خدا اقتصادم بسیار خوب است گفت بوجه برات بهتر است گفتم سر ایجا برم خوب است گفت ما برات امر میکنم گفتم سر میرم ما آمدیم در شعبه اطلاعات برنامه رادیو صدای مردم شروع کردیم به نشرات و اولین جرقه های آزادی بیان ما امتحان کردیم در وقت یا به تجربه نشستیم این قبول بکنین اموش نمیدام شکر زنده است اکثرش مثل شما و دیگرا آقای ناظمی هم تشریف دارن صدر اعظم وقت آقای کشتمند هم شکر زنده هستن تا او وقت جمشید جان اگر بخاطر داشته باشین بالاترین انتقاد سر آمر بود یا مدیر که از مدیر عمومی رو انتقاد کرده نمیتونست ما این از این طریق از رادیو صدای مردم آمدم سر مدیر عمومی معاون رئیس عمومی موین وزیر معاون صدر اعظم تا خود آقای کشتمند که صدر اعظم بودن یک در رادیو بود ورخطاش جلو وزیر بیک ولی کجا روان است؟ بالا بله در حالی که اینمی آقای کشتمند در خدا زنده داشته باشه شما قبول بکنید که بسیار خوش بود گفت آفرین جرعتت و من از این دوران دو قصه را برتان میکنم فرمایید حال دیگه ما مکبرگان از تلفون میکنم این برادیو سای مرد است میترسد در حالی که یک دزدگاه سب داشتیم آلمانی این وصل بود به تبریک کاردر و تلفون بله از رادیو صدای مردم شما را زحمت میتونم خیلی از این طرف که یک دستگاه است یک شعبه است و 40 تا میکروفون است و 40 تا تپ ریکاردر است ولی که نیخه چیزک بود
ورخطا میشد. من روز برای ما تلفون آمد که امی تلاشه در خانه می از اردو زیورالات ما رو دوزی میکنند. گفتم خوب، گفتم من تلفون کردم برای جنرال قادر خان، خدا و بخشون وزیر دفاع بودن، اما تون صدایشان هم یادم است، گفت بفرماین وزیر دفاع هستم. گفتم صاحب قوز زلمه از رادیو صدای مردم شما رو زمان میتر. گفت میشناسم اتانه، من همیشه رادیو صدای مردم میشنوم. من خیلی شما که همیشه رادیو صدای مردم میشنوین چرا خم کارتون پیش ببرین؟ همیشه کردم رادیو پالیم هست. گفتم صاحب مسئله ایج است که ایدیگه ثبت میشه، این تک انتقاد است، من حق دارم از شما سوال بکنم و حق دارم که نشر بکنم. گفت چرا نه، با کمال میل. من کم تجربه جمشید جان، یعنی فیته زایی نشه، من ایره سر کردم، یعنی اینمی دیالوگ یا گفتگوی خود با وزیر دفاع پاک کردم. کلانتری سند برای ما بدی خودش دیگه با من اجازه با صدای خود. من کم تجربه ساده به اصطلاح کابلی ساده پتنگ ایره پاک کردم. ایره پاک کردم، مصاحبه ما شد و آقای وزیر گفت که ما اکیدا دستور دادیم که یک پیاله آب نمیتونن که اینا چوب کنند در خانه مردم که میرن و باید اگر چنین کار است به نزدیکترین قطعه امنیتی هر جایی کس اطلاع بتن. مفتوسه اونا با سلاح اسلحه وارد میشن، میترسن چطور کنن، گفت هیچ حق ندارن، اگر چنین راپور است بگن ما حاضر هستم که ارزیابی بکنم. و دیگه سوالات وقتی که نشه شد، آقای جمشیدی یا غوغا برپا کرد. درست من میگم صدای مرا شاید بشه وقت مدیر پروگراما بودن. الله صاحب که مرا در اینجا رسان نمشه نمیگیرم. بس سانسور میکنین؟ بله؟ سانسور میکنین؟ من خب بخاطر اینکه آره چطور کنم، یک وقت خدا ببخشه آقای بریالی از من دوستم بود، من گفتم یک کتاب نشتم میکنم خاطرات خدا. گفت چرا خاطرات نشته کدی نکدی؟ گفت نسه بالا میبینم که یک چلی سه چار روی اوگار میشه. همو کسی که من آزار داره بیتیم رفیقیم هست، چطور کنم؟ نمیتونم. سبی آدم از من تحقیقات سب شروع نکرد. عالم ما میگم کو برادر، یک دفعه شما امرای امی جناس قادر زنده است، تلفن بکنین تماس بگیرین که آیا ما امی اجازه نشر گرفتیم یا نگرفتیم. ما سر به خود پیش نرفتیم. ما از این وزیر دفاع برحال میتونست بر ما بگه که نه، باز اگر من نشر میکردم اینا رو تحقیقات دونم بکنیم. کسی نه با وزیر دفاع تلفن کرد، خب بالاخره باز یک مکتوب صادر کردن که خوزرمه دیگه نمیتونه تلفنی که بزن. من تنها همی جواب نامه را پیش می بردم و بسیار به من دیگه خسته کن شد. دایان باز یک گپ برآمد، باز من رجی کشیدن. رجی کشیدن سه بی بی سی شروع کرد که غوث زلمه وارد باستیل پل چرخی شد. دکتر زبن آزمی رئیس رادیوس من را خواست که بیاید مصاحبه کو بی بی سی را دعو بزن. مفهوم چرا سه؟ گفت این تو گفتن. ما گفتم والا اگر سر دو بزنم. گفت چرا؟ گفتم بی بی سی رفیقم است، ما نو فهمیدیم که من یک ژورنالیست جهانیستم و هر ما دفاع میکنم ما رو دو بزنم. گفت اینه چند اسپیجان گفته بود که رشید آریان عضو شورای انقلابی پشاور گریخت، حالا که چونین نبود. ما گفتم نیست و اگر پتگه برتون بزنم رئیسه، با وجود که شما استاد بیدین در پوهنتون و گرچه مستقیم استاد من نبودین اما استاد ما هستین، از اوقات شما رو استاد میگم. عالمه حق دارم سه بزی بباد که در رادیو برآمد بکنم سلیم برای گوبل. ما پروگرام گلبرگها رو برات دادیم که یک آهنگ بود یک موسیقی، یک آهنگ بود یک موسیقی. گفتم من میتونم که گپ بزنم گوبل. گفتم وقت سبین حالا که من گپ بزنم سلیم برای کل مردم میگم من بندی نیستم سلیم برای دیگه چی فایده که ما برای بی بی سی، برای بی بی سی ما او را اهمیت بتیم که تو هم کسی هستی، ایچ ما بی بی سی رو برسمت نمیشناسیم با این پروپاگاند منفیش. میم صدای من برای کل مردم میفهم بندی نیستم. والا بهتری نگم سر از سباش پروگرام گلبرگا رو گرفتم، این رو ساختم دریچه زندگی با آواز خود باید موزیک دریچه زندگی. یک کسی مرا خواست و المغال کرد، گفت که یک پروگرام در صدای امریکا است به نام دریچه، که یک ایرانی یک خانم میگفت دریچه دریچه دریچه. من گفتم
بزرگوارا او یک خانم است من یک مرد او سیده به دریچه میگه از من دریچه زندگی است گویره پس کن این رو سب ساختم راه زندگی در پروگرام راه زندگی موضوعات آداب معاشرت برای نوجوانا و جوانا ما چیزی میخواستین بگوین؟ نهایت آموزنده بود من یک شنونده‌اش بودم مثلا ما میگفتیم که هیچ کس حق نداره که دست خود به خاطر سلام علیکی طرف خانم دراز کنه الا که سنش از خانم که بالا باشه و هر خانم حق داره که به طرف هر کسی خواسته باشه به خاطر سلام علیکی دست دراز بکنه وقت شما در خانه میدارین چه رقم باید باشین جایی که میشینین چه رقم وقتی که نان میخورین چه رقم وقتی در راه میرین چه رقم این آداب معاشرت بود که مردم زیاد علاقه گرفتن و دو وقت در رادیو سه مردم به خصوص ملاله جان یادش بخیر نیفون کجا تشریف دارن این کسی بود که نامایی که از بیرون نمد اول اونیا ارزیابی میکردن میخواندن بالاترین نامه را در وقت پروگرام فرمایشی داشت که روز تقریبا 50-60 نامه میامد و او تقدیر میشد به خاطر که در روز 50 نامه داره برای من در روز 500 نامه هم آمده و ملاله جان و آقای کوشا مدیر وقت اداره پروگرام ها شاهد هستند که ملاله جان حتی باز میواد نامه رو بسته بر من میداد میگه کس نفهمد که من ایره نخونده بیگه بخاطر که بسیار زیاد است و او وقت من عروسی کده بودم خانم چای دم میکد و ما میشن تا نیمه شب نامه میخوندم نامه پروگرام رادیو سعی مردن به اوج خود رسیده بود این همی قسم پروگرام رای زندگی دریچه زندگی بعد از او رای زندگی هم از بین رفت بازی را ساختیم جوانه ها جوانه ها برنامه کاملا ادبی بود موسیقی بسیار کم داشت و هیچ نداشت که برای بسیاری خسته کن بود و مثل یک مدرسه بود و ما میتونستیم توسط استادای مثلا او وقت زنده بودن خدا بخشون ما مواد درسی ادبیات از سنف 10 مکتب تا سنف 4 فاکولته ادبیات باشیم این ما به حساب درس میدادیم که ادبیات و تئوری ادبیات که بسیار او وقت ما شده مهم بود اساس بود این اولین پروگرام شما گفتین مستقیم ما او را پرودیوس کردم و تهیه کردم رادیو صدای مردم بود که بعد از ما آقای آفاق بود باز آقای آفاق آقای پکتین آمد باز آقای پکتین خان محمد یک کسی بود او آمد باز آقای اشکریز بود باز ایشا جان کدام کسی بود بعد فیض جان کسی بود باز اگه یادم رفت اینو اولی پروگرام بود زلمه گران قبل اگه اجازه باشه یک پاوز کنیم یک موزیک بشنیم باز پس خدمت شما والا ما که فکر میکنم از نیمسات شاید زیاد گرد زدیم باش میکنم خسته کن صدای من باشه برای دوستا بفرمایید موسیقی است؟ موسیقی است باش که موسیقی که که ما شما در مستقیم نیستیم مستقلایت هستیم خب